دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین، در ابیات آغازین دفتر اول مثنوی قرار داریم. در جلسات گذشته ابیاتی رو با هم پی گرفتیم که از اینجا شروع می شد که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بدان ای آن که چون تو پاک نیست. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. تا این بیت 18 بیت نخستین مثنوی پایان میپذیره. حالا چه کسانی که 17 بیت گفتن یه بیت نداشته، چه کسانی که 18 بیت گفتن، و بر اساس سندهایی که در قونیه وجود داره، اینجا در نیابت حال پخته هیچ خام این 18 بیت تموم میشه. بعد از این به چند بیت میپردازه که این ابیات در پی دارن مسئله عشق رو و مسئله بیماری انسانی رو، بیماری های درونی و بیماری هایی که به درون انسان مربوط میشن و مانع از رسیدن انسان به عشق هستند. بند بکسل باش و آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اگر جای خوندن بند بکسل باش آزاد ای پسر، اینطور هم خوندن، چند باشی بند سیم و بند زر. پسر در اینجا مترادف گرفته میشه با سالک راه، کسی که در طریقت حرکت میکنه. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. ببینید این ابیات رو تا اینجا داشته باشین. راجب محرم این هوش جز بی هوش نیست صحبت‌های زیادی کردیم تا رسیدیم به در غم ما روزها بیگاه شد. راجب زمان هفته پیش بحث‌های متفاوتی داشتیم و همین اینطور سر اینکه هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. من یه توضیح مختصری بدم بعد، چون تمام این ابیات رو به انضمام تمام 18 بیت عشق، تمام صحبتهایی که کرد که عشق رو به آتش تشبیه میکرد که آتش عشق از کندر نی فتاد، همه اینها رو در یک جمع‌بندی باید توضیحاتی رو ارائه بدم. ببینید وقتی که ما میگیم هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، ماهی از اینکه تو آبه و مدام داره آب میخوره اصطلاحاً هیچ وقت خسته نمیشه، هیچ وقت نمیگه حالا برم بیرون توی ساحل یه نفسی بکشم دوباره بیام تو آب. برعکس اگر بره تو ساحل، بره تو خشکی و آب رو از دست بده میمیره. ببینید یک مطلبی رو میخواد مولانا مطرح کنه. کسلی ها، ملامت ها وقتی برای ما پیش میاد که ما با چیزی همنشین میشیم که اون جزء وجود ما نیست، شما از این سیر خواهید شد. ببینید مهمترین ظرافتی رو که مولانا به خرج داده، آب مایه حیاته. میدونید اصلا بدون آب نه انسان نه هیچ موجودی میتونه زندگی کنه. اما ما مگر چقدر میتونیم آب بخوریم؟ یه جایی بالاخره سیر میشیم، یه جایی میگین دیگه نمیتونم آب بخورم.
و میدونید اصلا یکی از شکنجه هایی که در قدیم و در حال حاضر میدن به آدم ها خوروندن آب بیش از حده. دیگه از آب مسئله اصلی تر که نداریم، که مایه حیات انسان آبه، درست شد؟ چرا؟ با وجود این که ما 70% بدنمون آبه، اما ما آبزی نیستیم، ما آبزی نیستیم، ماهی آبزیه. به همین خاطر هرگز از آب سیر نمیشه. وقتی هم که ما صحبت از معنویت میکنیم، کسی که مثل ماهی معنویت در درونش جا میفته، دیگه هرگز خستگی، ملالت، سیری براش مطرح نیست. در جاهای دیگه مولانا میگه، دیگه میگه ماهی در آبه، غذاش آبه، آبش آبه، داروش آبه، خوابش آبه، چون ماهی نمیخوابه، همه چیزش آبه، در اون آب همیشه بیداره. اصطلاحات خیلی خوبی گرفته، در اون جایی که متعلق بهشه همیشه بیداره، خواب و کسالت برش مستولی نمیشه. به انسان میگه هر اون چیزی رو که ازش ملالت حاصل میشه، تو متعلق به اون نیستی تا یه اندازه‌ای، چرا، ولی بیشتر از اون برات ملالت ایجاد میکنه. تا یه اندازه‌ای میتونی آب بخوری، ولی بیشتر از اون اذیتت میکنه. تا یه اندازه‌ای میتونی غذا بخوری، بیشتر از اون اذیتت میکنه. این چیزیه که مولانا بهش اشاره میخواد بکنه. هر که بیروزیست روزش دیر شد. روزش دیر شد، در حقیقت هر کدوم از ما سهمی داریم در این عالم معنویت، مقداری داریم که باید در اونجا وارد بشیم و بگیریم. یک هوای مهالود درونی رو باید صاف کنیم تا به مهالود بعدی برسیم. این پورشن ها رو، این قسمت ها رو اگر انجام ندیم، زمان گذشت، اون فرصت از دست رفت، روز ما دیر شد، روز ما پر از ملالت میشه. به همه این صحبت ها برمیگردم. این ابیات رو من قبلا فکر کنم معنی کردم، فقط خواستم این یک اشاره رو به مسئله ماهی و در آب بودن بکنم. اما صحبت هایی که باید خدمتتون عرض کنم، ببینید اون چیزی رو که من در مقدمه خدمت شما عرض میکنم، بسیار به عرضم عنایت داشته باشید. من مجبورم از یک سری مسائل علمی امروز حرف بزنم تا بتونم حرفای اصلی که در رابطه با کل این ابیات خدمتتون عرض کنم. اینهایی هم که میگم به هیچ عنوان نه میگم درستن، نه میگم غلطن، اما بعد از صحبت ها میبینید آخرین و مهمترین دستاوردهای اخیر روانپزشکی، روانشناسی و نورولوژیست هاست. اینها میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، مسئله ما نیست، اما اون چیزیه که ما امروز اون رو علم مینامیم. باز هم کاری ندارم تا چه اندازه درسته، تا چه اندازه غلطه. و توجه داشته باشید من به هیچ عنوان به دنبال این نیستم مثنوی رو با روانشناسی امروز بخوام تطبیق بدم و توضیح بدم. اینها در شایستگی و مقام مولانا نیست، ما هم به این راه نمیریم، اشتباه نکنید. یعنی دوستانی که اگر تازه به ما پیوستن فکر نکنن ما داریم با روانشناسی امروز مولانا رو توضیح میدیم، ابدا همچون چیزی نیست. و کسانی که با ما صحبت
با صحبت‌های من آشنایی دارن میدونن بسیاری در این دنیا اساساً روانشناسی رو علم نمیدونن، بسیاری از متفکرین جهان. منتها من دارم مطرح میکنم یه مطالبی رو که ببینید امروز چی گفته میشه، تا ببینیم که مولانا در چه وسعتی 800 سال پیش صحبت کرده. اون چیزی رو که بهش توجه باید داشته باشین قبل از اینکه روانشناسی مدرن خیلی مطرح بشه، شما برگردید به عقب، بیاین دهه 30، 40، 50، همینجور بیاین تا 70 برسید، منظورم 70 میلادیه. شما میبینید عمدتاً روانشناس ها کسانی هستن که انسان ها رو در رفتارهاشون تحلیل میکنن و اصلاً اینها رفتارگرا هستند. به همین خاطر اون چیزی که در رفتار یک انسانه باعث تحلیل اون انسان میشه. از همین رو میبینید صحبت‌های فروید و بسیاری از شاگردانش مثل یونگ به حاشیه سپرده شده بود. حالا داستان‌هایی که فروید میگفت مثل مسئله ضمیر ناخودآگاه و دنباله‌ای رو که یونگ گرفت سر این داستان‌ها، کاری ندارم. البته میدونید یونگ بسیار متفاوت رفت تا خود فروید. روانشناسا عمدتا اینو قبول نمی‌کردن. با تحلیل رفتاری یک انسان، انسان رو تحلیل میکردن. اینم من بهتون بگم، میگن یه سری روانشناسی های ورشکسته و روانشناسی های باطل شده، ما در گذشته اینها خیلی جدی بوده، روی رفتارهای یک فرد حتی به مسئله مجرم بودنش نتیجه میگرفتن. اینها رو در نظر داشته باشین. خیلی ها تون این علما رو پس دادن. در یک جایی ما متوجه شدیم، به خصوص زمانی که مسئله عکس برداری ها از مغز، عکس برداری های رنگی، مسئله نورولوژی انقدر پیشرفت کرد که ما تونستیم راجع به مغز انسان به یک مطالبی ولو خیلی مختصر نائل بیاییم. تا همین الانش ولو خیلی مختصر، اما یه اظهار نظرهایی رو تونستیم بکنیم. اینها میگفتن همه چیز رفتار انسان، رو رفتار میشه انسان رو تحلیل کرد و به نتیجه رسید. ما در علم نورولوژی متوجه شدیم که نه، اینطوری نیست. انسان در مغز انسان اونقدر چیزها پنهان میشه و ما پنهان میکنیم که در رفتارهامون خودشو نشون نمیده. یک سری از پنهانکاری ها اصلا کاملا ناخودآگاهه، ما خودمون از اون هیچ خبری نداریم. از این پایه من میخوام شروع کنم یه حرفی رو. اومدیم به چی رسیدیم؟ اومدیم به این رسیدیم که آقا انسان، شما میدونید مغز ما با برق کار میکنه، برق نباشه مغز ما هیچ معنی نداره، همه چیز الکتریکال سیگناله. شما زمانی که میاین مثلا به انسانهای قبل از هوموساپین ها میرسین، انسانهای خردمند، اون موقعی که آدمها رو دو پا ایستادن، اینها میگن مغز اینها اندازه 300 گرم بوده، ولی وقتی که به ماها میرسه انسان خردمند میگن نه، مغز 1 کیلو 290، حالا بگید 1 کیلو 300 گرمه. در این 1 کیلو 300 گرم مغز ما 1 کیلو تقریبا بزرگ شده. به این نتیجه رسیدن که چالش هایی که، خطراتی که، بازی که طبیعت در مقابل ما قرار میده باعث فعالتر شدن و بیشتر شدن الکتریکال سیگنال ها میشه. به همین خاطر مغز بزرگتر میشه. هرچی انسان با خطر، با ریسک، با چالش و چلنج به قول اینجا رو در رو میشه، دارای تکامل بزرگتری میشه، بیشتری میشه.
این حرف اِوولوشنیست های امروز دیگه، تکاملگراهای امروز دیگه، این کسانی که باورمند به اِوولوشن هستند و دنبال مسائل اِوولوشن هستند همین موضوع رو مطرح میکنن دیگه. این یک بازی میمونه، شما هرچی بیشتر خطر کنید، شما هرچی بیشتر به ریسک و چالش بیاین، تکامل بیشتری پیدا میکنید. هرچی از خطر دور شین، هرچی در عافیت بمونید، هرچی این مغز وادار به چالش و درگیری و ریسک نشه، میبینید فرد عقبتر میمونه، این فعالیت ها به وجود نمیاد. این نکته خیلی نکته مهمی بود که خیلی چیزها رو در انسان در تحقیقات روانپزشکی، روانشناسی و نورولوژیست هایی که روی مسائل مغز و اعصاب تحقیق میکردن به وجود آورد که بریم ببینیم اصلا داستان چیه. شما توجه به یه نکاتی رو باید داشته باشید. میخوام یه چیزی رو توضیح بدم که بهش خیلی دقت کنید. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن که فرق ما با حیوانات از نظر سیستم مغزی، اون چیزی که ما رو داره از بقیه حیوانات مجزا میکنه، این رشدیه که در این پیشانی مغز که درست اینجا قرار گرفته، جلوی جلو قرار گرفته، این باعث شده ما با بقیه فرق کنیم. همون چیزی که بهش میگن PFC، Prefrontal Cortex. این جاییه که درست در این مقابل مغز ما، اون جاییه که ما رو از بقیه جدا میکنه، از بقیه حیوانات متمایز میکنه. حالا پوینت در این دوتا مطلبیه که من میخوام بگم. وقتی این قسمت کشف شد، یعنی وقتی که تأثیرات این و بزرگی این و نقش این در زندگی ما و ساختن تاریخ و حرکت تمدن و تکامل انسان شناخته شد، خیلی مطالب جالبی باز شد. ببینید، ما به این نتیجه رسیدن که ما اون چیزی که در تکامل ما گفتیم با این خطرها، با این چیزها مغز هی رشد پیدا کرده، درگیری هایی که ما در کلایمت چینج داشتیم، تغییرات اقلیمی داشتیم، خطرهای مرگ، نبودن حیات، نبودن غذا، نبودن آب، همه اینها ما رو وادار به این چیز کرده. این قسمت در واقع مهمترین هدیه تکامل به بشره و این قسمت بر اساس خیلی جاها ما خیال میکنیم ما بر اساس منطق و حسابگری تصمیم میگیریم. در جای ما متوجه شدیم که ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم، حتی میتونیم تصور بکنیم، داریم در زندگیمون به قمار میپردازیم، به ریسک میپردازیم و اصلا اینو متوجه نیستیم. ببینید، حرف خیلی زیبایی میزنن اینا رو که دارم میگم. شما تو اکثر کتاب های مهم روانشناس های امروز، یعنی منظورم چه قرن بیستم، چه حالا اگر تو قرن بیستی یکم، بعضی از روانشناس ها توضیحاتی دادن، نورولوژیست ها پیدا میکنید. ببینید، شما میگه اگر ما فرض کنیم 10 تا تصمیم میخواییم بگیریم در ظرف یک سال،
شما میدونید ما در ظرف روز ده ها تصمیم میگیریم، ده ها تصمیم میگیریم، ولی ما فرضمونو بر این میذاریم که ما در ظرف یک سال 10 تا تصمیم میخواییم بگیریم، ولی میخواییم با منطق، با عقل جزوی، با اون چیزی که ما بهش میگیم عاقل بودن، ما بهش میگیم هوشیاری، هوشیاری همین عقل جزوی، این چیزی که ما درش هستیم، ما بخوایم تصمیم بگیریم و نتایج هر کدوم از اینها رو بدونیم، یعنی بدونیم که الان این تصمیم رو گرفتم این نتیجه ها رو خواهد داد، این نتیجه ها باعث نتیجه های بعدی میشه، اون نتیجه ها تا میرسن به دهمین نتیجه و دهمین نتیجه این تأثیرات رو خواهد داشت. با حسابگری دقیق میخوام اینها رو حساب کنم. فکر میکنین چقدر وقت میبره؟ میگن که طبق حسابهایی که ما کردیم، البته یه مقدار جوک میگه قاطیش میکنیم، شوخی قاطیش میکنیم، 15 میلیارد سال طول میکشه. باورتون میشه؟ یعنی ما اگر بخوایم با حسابگری بریم جلو و نتیجه دونه دونه تصمیماتمون رو ببینیم، 15 میلیارد سال زمان میبره. و خیلی راحت به این نتیجه رسیدن که اون چیزی که اگر قرار بود، بسیار به عرض عنایت کنید، اگر قرار بود انسان بر اساس منطق، بر اساس عقل جزوی، بر اساس اون چیزی که ما هی به به و چه چه ازش میکنیم حرکت میکرد، من و شما امروز اینجا نبودیم، هنوز تو کوها و قارها بودیم، اصلا چیزی به نام تکامل اتفاق نمیافتاد. خب پس این داستان چیه؟ باز من مثال هایی که دارم میزنم، شما تمام کتاب هایی رو که اخیراً میگم، اون چی که از دهه 80 به بعده، شما قبل از 80 حتی بیاین توی اواسط 70 این چیزها رو کم پیدا میکنید، اینها به اصطلاح آپدیت ترین و چیزهای آخری هستن که اینها بهش رسیدن، به خصوص نورولوژیست ها. ببینید پس چیه داستان؟ اگر منطق نیست، اگر عقل نیست، اگر همش قماره، پس داستان چجوری میشه؟ ما چجوری اینجاییم؟ بذارین یه مثال بزنم تا به اصل حرفم برسم، اون چیزی که اینها امروز دارن میگن. ببینید شما میرید مثلا فرض کنید توی یکی از این فروشگاه ها، همین فروشگاه هایی که سوپرمارکت ها، شما زمانی که میرین در مقابل این یکی از این ویترینا، فرض کنید که دو تا شیشه آب کنار همه، این دو تا شیشه آب مثل همن، قیمتشون هم همونطوره، میدونید در واقعیت بیرون هیچ چیزی مثل هم نمیشه، امکان نداره، اما باز این پی اف سی ما به ما میگه، این پیش پیشانی ما به ما میگه که اینها شبیه همن. یعنی اگر خدای نکرده کسی باشه که این قسمت مغزش در تصادفی چیزی از بین رفته باشه یا لطمه خورده باشه، در یک همچون شرایطی هیچ عمل کردی نداره، نمیتونه تصمیم بگیره، نمیکنه، همینجور وای میسه خشک. ما میرسیم به این دو تا شیشه، این دو تا شیشه قیمتشون یکیه، اندازه آبشون هم یکیه، جفتشون هم یکیه، ما چی کار میکنیم؟ حساب میکنیم کدومو برداریم؟ فکر میکنیم کدومو برداریم؟ دست میبریم یکی رو برمیداریم، درسته؟ این انتخابی که شد و من دست بردم یکی رو برداشتم، از همین این مثال ساده بگیرید چرا اتفاق میفته. اگر این بخواد بره روی حساب و حساب فکری که من کدوم یکی از اینها رو انتخاب کنم، هرگز تصمیمی گرفته نخواهد شد، هرگز تصمیمی گرفته نخواهد شد. از این مثال
کوچیک دوتا آب رو برداشتن در نظر بگیرید تا مهاجرت‌های بزرگ از کشور، حالا موقع که کشور نبوده، از سرزمین‌هایی به سرزمین‌هایی تا برسید به جنگ‌های بزرگ، حمله‌های بزرگ و خیلی چیزهای دیگه. شما این حرکت رو می‌بینید، میگین که اینا حرف عرفان نیستا، اینا حرف کسانیه که اولوشنیست هستند، یعنی دنباله رو تکاملن. اینا حرفای نه مولاناست نه حرفای عرفانه، کسانی که هیچ کدومشون هم شاید اصلا به خدایی باور ندارن، خیلی هاشون به مسائل معنوی هم باوری ندارن. اینا رو توجه داشته باشید، پوینت مهم میدارم که دارم این رو دنبال میکنم. شما پس زمانی که یک تصمیمی گرفته داره میشه، این تصمیم ها بر اساس اینکه 100% نتیجه رو میدونیم نیست، داریم قمار میکنیم. حملات رو ببینید، حمله هایی که کشورها به جنگ ها رو ببینید، تحقیقات علمی رو، هر چی رو ببینید به اینجا میرسید. خب پس داستان چیه؟ میگه یک وضعیتی در مغز انسانه، وضعیتی در مغز انسانه، باز به خاطر این پیشپیشانی که ما داریم، وضعیتی در مغز انسان قرار داره که به جای این حسابگری ها یک منتال شورتکات میزنه. در این منتال شورتکات، در این به اصطلاح میانبری روانی که انجام میده، تصمیم ها، نتیجه ها، همه چی گرفته میشه و اینها انسان رو به جلو میبره. میگی خب اسم این چیه؟ اسم این منتال شورتکات چیه؟ یه همون چیزی که کلام تکامل ها، کلام عرفان نیست، همون چیزی که فلسفه بهش میگه شهود، همون چیزی که ما یعنی روانشناس ها بهش میگیم اینتویشن. و اساسا مهم نیست تو چه اسمی روی این میذاری، مهم اینه که این جریان در انسان وجود داره و انسان به وسیله این شورتکات و این میونبره در روانش میتونه به جلو بره، ولی اصلا نمیتونه تکون بخوره، اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. توجه میکنی؟ اصلا نمیتونه تصمیم بگیره، همه چیز به خاطر این شورتکات داره صورت میگیره. این یه طرف داستان، این رو از این طرف از من داشته باشین، چیزهایی که داره صحبت میشه راجبش، اینا صحبتهای اخیره. جریان دیگه‌ای وجود داره و اون جریان اینه که ما زمانی که داریم با یک موضوعاتی برخورد میکنیم، به ما میگن همین آقایون تکاملگراها و علم امروز، میگه ذهن ما درست مثل یک کامپیوتر عمل میکنه، این وقتی که پروگرام میشه عین یک کامپیوتر، روی پروگرام باید عمل کنه، خارج از پروگرام نمیتونه عمل کنه، باید رو پروگرام عمل کنه. اما جریان ناشناخته‌ای مثل یک هوا، مثل یک باد، مثل یک جریان، از جایی که هنوز، البته اینا ازش صحبت میکنن بهش میرسن، که ما درست نمیدونیم کجاست، حرکت میکنه، حالا
فروید در ضمیر ناخودآگاه که توضیح میده، میگه این همون کدهایی که از پدر، مادر، مدرسه، دوست، رفیق، ژن، اینها گرفتی، یه جای قرضندام میکنه که اون بحث ما نیست. چون من خودم هم مثلا بحث ضمیر ناخودآگاه یه چیزی که بحثای زیادی داره، حالا درسته غلطه اصلا ولش کنید. ما نمیدونیم از کجا این میاد و میخواد کد شکنی کنه و میخواد کل سیستم کامپیوتری مغز رو دور بزنه، بایپس کنه و ما رو متوجه یه جریان دیگه ای بکنه. توجه میکنی؟ من یه مثال میزنم که مثال خود ایناست. اینا رو که دارم میگم شما هر کدوم از این کتاب ها رو بخونین توش پیدا میکنین. این مثالی که الان میخوام بزنم، میگی مثل چی؟ میگه مثل این که زمانی که ارتش آلمان میره پولن رو میگیره، لهستان رو، فرمانده تصمیم داره به یک به اصطلاح جنایت، یک جنساید بزرگ، یک به اصطلاح دهیه، یک شهر کوچیکی، شهرستانیه، میخوان هر کی هست و نیست بکشن، پیرها، چه زن چه مرد، و آدمهای ناتوان، حالا اگه کسی علیل پاش، فقط زنها و بچه های سالم رو نگه دارن و مردان سالم. خب حالا اینها مثالشون از هیتلر میزنن. امروز روز خیلی کارا داریم میکنیم که روی اینا رو سفید کردیم، اما مثال این رو داشته باشین. فرمانده سربازا رو به خط میکنه، میگه 5 ثانیه فرصت دارین که اگر همکاری نمیکنین از خط بریم بیرون، رو خط واینکسین. خب یک کد تو ذهن داده شده سربازه و این مغز این کد رو کاملا پذیرفته و شده چیزی به نام سرباز. سرباز رو معنی کن، سرباز یعنی که حق نداره از خط بره بیرون، یعنی حق نداره به فرمانده بگه نه، یعنی حق نداره فکر کنه، حق نداره بیاندیشه و جواب بده. وقتی میگن باید بگه یس سر، درسته؟ یعنی کد سرباز. حالا به توی سرباز دارن میگن برو این پیرمرد بیگناهو با همسرش همونجا بکش، هیچ گناهی هم نداره، ما میخواییم پاکسازی نژادی کنیم. تو 5 ثانیه فرصت داری بگی آره یا نه. یک نفر از خط بیرون نمیره، همه تو خط وای میسن. داره قدرت بسیار مثال مهمی رو میزنه، قدرت پروگرام شدن مغز ما رو، اسارت مغز رو، به قول اینها، اینایی که به کار میرن تمام کلمات غیر عرفانیه، قدرت کد مغزی رو داره مطرح میکنه. یعنی اگر تو الان به حرف فرمانده گوش نکردی خائنی، حقت اعدامه، هر نوع کار غیر انسانی سرت بیارن حقته، خانوادت رو باید نابود کنن، چون اونها هم با یک کسی نشستن که خائنه، میتونه تو خونه اینا هم خیانت وجود داشته باشه. این تو تمام این ارتشای دنیا هست دیگه. حالا چون هیتلر آدم بده است، ما از هیتلر حیمت مثال میزنیم. حالا منظور من نیست هیتلر آدم خوبی بوده، اشتباه نشه، ولی همونجور که عرض کردم امروز جنایت هایی میکنیم که فقط اسم اونها بد در رفته، فقط با اونها میخوایم خودمون رو بپوشونیم. پس اگر تو این کد که در مغز تو جایگزین شده، اگر خلاف اینها بری تو اینی. یعنی چی؟ در یک کلام یعنی گناه. توجه کردی؟ در یک کلام یعنی گناه. تو اگر یک آن به فرماندت بگی نه، باید تمام این تو اونا رو پس بگی، نه تنها خودت، تمام کسانی که بهت متعلقن، خانوادت یا هر کسی دیگه، دوستان نزدیکت و و و و. کسی از لاین نمیره بیرون، میرن کارشون انجام میدن. اینا تاریخ دارن میگن، این مثال میزنن، مثال سیمبولیک نیست، تاریخی که اتفاق افتاده. وقتی چشم خودشون به صحنه جنایت میفته،
یه عده بالا میارن میفتن یه گوشه‌ای، یه عده از این سربازا قش میکنن، یه عده از این سربازها دچار بیماری ها و روان‌پریشی های جدی میشن. این از کجا اومده؟ بسیار نکته مهمه. مغز کدبندی شده که تو سربازی، حالا مال یکی کدبندی میشه تو پلیسی، مال یکی کدبندی میشه تو گارسونی، مال یکی کدبندی میشه تو چه میدونم بیزنسمنی، مال یکی کدبندی میشه تو یه فرزندی، فرقی نمیکنه. اما وقتی که این کد هست دیگه قش کردن تو برای چیه؟ تو یک سربازی دیگه، وطن برای اعتلاء نژاد جرمن، ما قهرمانیم، بیای بلا فاصله تو بوق و کرنا میکنیم قهرمانان وارد شدن، غیر از اینه؟ پس برای چی حالت به هم میخوره؟ برای چی قش میکنی؟ برای اینکه ندایی در درون داره بهت حمله میکنه که نکن این کار رو، اعدامت میکنن به جهنم، نکن این کار رو. اما فقط چون اینا رو انسان ها به مرور زمان یاد گرفتن دیگه، با جون خودت که تمامش نمی کنن، تمام خانوادت، عزیزانت رو به انواع اقسام مختلف اذیت می کنن، همه می کنن. این هیچ ربطی به آلمان هیتلر نداره. پس تو در یک آن روی اون پروگرام می مونی و نمی آی بیرون، نمی آی از خط بیرون. اما این حالت برات پیش میاد، میریزی بیرون، قش میکنی، این کدهایی که بهت دادن کار نمیکنه، افتخار وطن نمیدونم، این پرچم بره بالا، تو باید در این پرچم کفن بشی، می تمام این مزخرفات دیگه بهت کمک نمیکنه. اون کاری که کردی به همت ریخته، اون جنایتی که انجام شده، این داره از یک جایگاهی میاد. این اون مسئله است. شد تا اینجا؟ شما این رو هم داشته باشین که پس یک وضعیتی داره این درون و این درون مغز که یه همچون حالتی رو انجام میده. حالا شما میایین میگید که خیلی خوب، ما این کدبندی ها رو شناختیم و شما حالا مثلا میگید آقا به خاطر اینکه سرباز هستی دست به جنایت نزن، به خاطر اینکه پلیس هستی دست به جنایت نزن، انسان ها جونشون ارزش داره، درون خودت هر چقدر بخوان کد بندیت کنن، بخوان بهت بقبولونن کارت درسته، باز به هم میریزی. درسته؟ یک سری از این لایه ها که در این پیش پیشانی ما قرار داره و ما اینها رو میشناسیم، احساس کدی که داده میشه، من یه سربازم، من یه پلیسم، من یه بیزنسمنم، یه هر چیز دیگه، درست شد؟ این رو ما میشناسیم. ولی میگه داستان به اینجا تموم نمیشه، داستان اساساً به اینجا تمام نمیشه. من میگم تو خودت رو میشناسی؟ میگه که آره من خودم رو میشناسم، من یه سربازم، من یه بیزنسمنم، من یه مادرم. اینا همش مال این جلوه که میتونه خودش رو آیدنتیفای کنه. حالا میگه شما زمانی که میرید در زیر این، بسیار مهمه، the subcortical part of brain، در این زیر عصب‌هایی وجود داره که جریانات عاطفی، خشونتی و هر اون چی که فکر کنی در حرکت، که تو خودت این رو نمی‌شناسی، تو خودت نمی‌دونی دارای این مسئله هستی. حالا همون حرف فروید میشه که ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم، ما اونی نیستیم که فکر میکنیم هستیم، ما چیز دیگه ای هستیم. یعنی انقدر جریانات متفاوت، برنامه های متفاوت در این زیر هست که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم. آقای روانشناس با تو چی کار میکنه؟
حالا اینجاهاشو ما اصلا مشکلی نداریم اگر درست عمل کنن، این فقط دیدگاه مالی یا اینکه خود اون روانشناس مشکلات نداشته باشه. کاری که باهات میکنن چیه؟ اگر به تو بگه تو این هستی محال قبول کنی، چون هرگز ساینی از این ندیدی، ولی این در لابلای درون داره این رو میبینه. کاری که با تو میکنه تو رو حرکت میده به اون جایی که این مسئله زیرین رو، این قسمت از برین رو که در تو نهفته هست تو بهش برسی. وقتی دیدیش، ای وای این منم، یاره این توی. درست شد؟ اینها از بزرگترین به اصطلاح بهش خودشون اصطلاحاتی دارن، کلام درمانی. شما صحبت و سخن گفتن رو کم نگیرید. شما گوش نمیدی میگی آقا این حرفا چقدر بزنی، نه حرفا خیلی مهمه. اصلا این که ما میگیم سر در انفس یعنی همین، یعنی این قسمت از برین رو که برای خودت هم ناشناخته است بهش خودت میگه، چون هرچی من به تو بگم تو این هستی قبول نمی کنی. درسته؟ باید خودت بهش برسی. این یه جورایی حرفای فروید میشه. حالا فروید چی میگفت؟ میگفت انسان مثل یک آیسبرگ میمونه، کوه یخ میمونه. اگه فرض کنید 100 مترش بالاست، 500 مترش زیر آبه. اونی که زیر آبه تویی، تو میتونی اون رو پیدا کنی، اون تویی. درسته؟ تو اون رو پیدا کنی، تو اون زیر آبیه ای، نه اینی که روی آبه. تو این هوشیاری نیستی، تو اون بیهوشی هستی، تو اونجایی هستی که یخ زیر آبه. درست شد؟ اون چیزی که ما میگیم انسان شناسی، اون چیزی که ما میگیم علم در عرفان، که مد نظر ماست، اینه که وقتی اون قسمت زیر آب یخ رو تو بیاری بالا، وقتی این بیاد بالا و تو داری خودت رو میبینی با اینها رو در رو میشی، مشکلات حل میشه، مشکلات روانی حل میشه. روانشناسی نمیتونه بکنه، چون خیلی چیزهایی رو که عرفان داره میگه اینا هنوز بهش نرسیدن، شاید 500 سال دیگه هم نرسن، ولی این دائم دوام درمانت میکنه. حالا میگه زمانی که این بیاد بالا و تو بتونی اون خودت رو ببینی، اون تویی، اون علمه، اون حقیقته. شما شاید همتون، حتی دوستانی که اگر ایران هستن، ما در این کانادا، این در کلان که این کشورهای انگلیسی زبان، یه چیزی داریم که مثلا به سلامتی میگن هلت. میگن طرف هلتی نیست، یعنی سلامت نیست. درمان کردن، هیل میکنیم، یا این مریضی هیل میشه. اینه یه ریشه لغت لاتین دارن، هلتی، هلت، نمیدونم هیل، همه اینها. این ریشهش هوله، هول یعنی کل. میگه سلامتی زمانی میسره که تو کل موجودیتت رو در خداگاه بیاری. و این از نظر روانشناسی امروزی که من الان این توضیحاتی رو دادم امر محاله، ولی ما در عرفان میگیم امر محال نیست، امروز متوجه میشیم چرا اینقدر توجه به مولانا رفته بالا. اگر پیر تو، استاد تو بیاد یک کلام به تو بگه عزیز من این تویی
فوری ول میکنی میری، میگه آقا بی خود میگه اصلا من اصلا فکر نمی کردم این انقدر نادان باشه، من فکر میکردم این همه سو داره میبینه. بابا اون داره میبینه، نادانی مال اون انسانیه که متوجه داستان نیست، به همین خاطر باید بیارتت جلو. حالا تا زمانی که این بندها هست، تا زمانی که من نتونستم هول رو بیارم بالا، هیچ اتفاقی نمیفته. باید بتونم این بندها رو باز کنم. این تضادهای درونی، اینی که یک بعدی از وجود من به جون بعد دیگه ای از وجودم میفته و دعوای این دوتا اعصاب و روح و روان من رو داغون میکنه. شما نگاه کنید یک آن، ما باور نمی کنیم درونمون چقدر آشوب آشفته است. داخل پرانتز بگم، تو همین صحبت هایی که از این نورولوژیست ها و روانشناسا و اینا میکردم، یه نکته ای رو خیلی تئوری دارم بهش میگن به اصطلاح تئوری آشوب. میگه تو وقتی که میزنی به دل آشوب، میزنی به دل بی نظمی و میری تو، اتوماتیک یک نظم مهم و نوینی رو ایجاد میکنی. اینقدر آشوب مهمه. خب من که به دل این آشوب ها نمیزنم، این بندها رو هم که نمیشناسم، کد بندی هایی هم که تو ذهنم شده و من اینها رو خودم رو اینها میپندارم، هیچ کدوم از اینها رو هم که نمیبینم، پس چی رو میبینم؟ اون زیر رو هم که نمیبینم، فقط جنگ بین تضادهای درونی. بی ارزگیت داره با اینکه خیلی خفت خوردی و تحقیر شدی، اینا افتادن به جون هم دیگه. حسادتت با چیز دیگه‌ای به جور هم افتادن دارن می جنگن. این تضاد درونی به معنی آشوب، به معنی درد، به معنی هیچ چیزی نیست. این فقط به معنی ویرانیه. باز از همین دوستانی که منظور دوستان دانشمندان نورولوژیست، چیز رو براتون بگم که اون وقت متوجه میشید این همه خود من تو این چند سال گلو پاره میکردم که آقا گوش کن، انرژی در مغز نباید از بین بره. ببینید شما یکی از چیزهایی رو که خیلی براتون شاید اتفاق میفته، اگه به خودتون نگاه کنید، شما همه ما مدام داریم پلک میزنیم، مدام داریم پلک میزنیم. از نظر نورولوژیستا، نه اینکه پلک میزنیم چشمون خیس شه، اینو مال چشم پزشکاست. از نظر نورولوژیستا فکر میکنید و روانشناسا، این پلک رسیدن به این داستان در چه چیزی اتفاق افتاد؟ برای چی شما این پلکو میزنید؟ به خاطر همین پیش پیشانی ما، به خاطر همین کورتکس پیرفرانت ما که در مقابل ما قرار داره، در مقابل پیشونیمون قرار داره، ما یک عملی میکنیم، یک عملی داریم انجام میدیم به نام attentional blink یا attentional blindness، کوری تعمدی، کوری که داره با اینتنشن انجام میشه. اینتنشنه، داریم با اینتنشن خودمون رو کور میکنیم. برید تحقیق کنید به همین اتنشن بلینک، ببینید چه چیزایی بهتون توضیح میده. برای چی این اتفاق میفته؟ برای اینکه شما هر یه پلکی که میزنید، این فرصت رو به مغز میدید که بسیاری از اینفورمیشن هایی که در اطرافتونه، اطلاعاتی که در اطرافتونه، وارد سیستم سنسوری چشمتون نشه. دقت کنید، برید تو خیلی از این بازی هایی که میکنن رو این اینترنت و اینا نگاه کنید، شما یه چیزی رو میبینید، میبینید دارید یه چیزی رو میبینید، ده ها چیز کنار اون رو ندیدید، شما اگنور میکنید، بی اهمیت میبینید بسیاری از اطلاعاتی رو که دارید میبینید. برای چی این کوری رو به وجود میاره؟
برای اینکه اگر این اینفورمیشن ها، این اطلاعات بی نهایت وارد دارن، وارد مغز میشن، وارد مغز شن، پلک نزنی، به یک سال نکشیده در اثر این اطلاعات دیوانه میشی. مغز نمیتونه پروسه کنه. مغز احتیاج به یک تنفس، احتیاج به یک قدرت مجدد داره، یک آسایش داره، یک آرامش داره که بتونه در اون یه نفسی بکشه، یک انرژی بگیره. ببین دادن این اینفورمیشن ها به مغز چقدر میتونه مغز رو خسته کنه. خودش اتوماتیک داره این کار رو انجام میده که با اطلاعاتی که دور ورته خیلی هاشو اصلا نفهمی که این بتونه نفس بکشه. اون وقت شما متوجه میشید مراقبه یعنی چی؟ اخ متوجه میشید این همه میگن مدیتیشن خوبه یعنی چی؟ درسته؟ خیلی مهمه. اطلاعاتی که داره از بیرون میاد مغز رو اینجور خسته میکنه. وای به حال اطلاعاتی که لحظه به لحظه از حافظه داره میاد بیرون و میاد تو ذهن من، این داره با اون میجنگه. دارم با عموم می جنگم، با بابام می جنگم، با بچم می جنگم، با همکارم می جنگم، همش هم اینجاست. اون وقت ببین چه انرژی برای یک آن نفس کشیدن مغز احتیاج به این پلک زدن داره. برای آسایش، برای نفس کشیدن احتیاج به این داره. اون وقت حتی وقتی چشمامون بسته است، حتی خوابیدیم، داریم می جنگیم. درست شد؟ اینجایی که مولانا صحبت از بند بکسل باش آزاد ای پسر، یا حالا بند بکسل باش آزاد ای پسر، هر جور که میخونید، بند چند باشی، بند سیم و بند زن، همه شارحین میگن چقدر در بند مال دنیا باشی، حالا چه سیمه، چه زره، چه کارته، چه اولادته، چه باباته، در این چیزا نباش. اینجور معنی میکنم در امور دنیوی کلی. ولی من میخوام به شما بگم که دو طبقه کرده مولانا. سیم رو اول آورده و زر رو دوم، به خاطر جور شدن قافیه نبوده. بندهای ظاهریه که داری میبینیش و بسیار اینها در جلو قرار دارن و اون طلایی هایی که در زیر دارن به اینها قوت میدن و یا از جاهای دیگه بهت حمله میکنن. میگه باید این بندها رو باز کنی تا بیای توی داستان. امیدوارم که با این صحبت هایی که کردم، ببینید آتش که اینها این همه صحبت ازش میکنن، مسئله عشق و اینکه عشق چقدر میتونه نقش مفیدی در زندگی انسان داشته باشه و این آتش چقدر میتونه این وارد شدن به مسائل مختلف باعث شده که آشوب‌ها، مشکلات، این الکتریکال سیگنال‌های ما پیشرفت کنه و بعد چقدر مهمه که تمام اینها به یک سکوتی برسه که مغز یک انرژی رو پیدا کنه. اون وقت ساحت آزاد ذهن رو، ساحت آزاد مغز رو میبینید که چه قدرتی داره. تا اینجا من یه صحبتایی رو کردم برای اینکه حرفام بیشتر باز بشه. قصد اینو نداری، میخوام شما ببینید تا اینجا که من این صحبت ها رو کردم، این صحبت مال امروزه. شما میرین پیش یه روانشناس، ساعتی خدا دلار یا تومن میدین، در صورتی که اصلا من مشکلم نیست کسی روانشناس نه، یک سوء تفاهم نشه. من حرفم اونجاییه که ما روی یک نادانی فقط رو آقا علم، من فقط علم، هرچی غیر علم قبول ندارم، هرچی غیر دین من قبول ندارم. این نیست. دنیا بسیار چیزها داره که من و تو ازش بیخبریم. یکی از چیزهایی که ازش بیخبریم عرفان خودمونه و مولاناست.
همش یا رفتیم دینی تفسیر کردیم که حتما با دینمون تطبیق پیدا کنه، یا خوشحال شدیم که آقا ببین علم یه چیزی گفته، خب ما یه مولانا داریم، مولانا گفته به مردا چه مربوط، مردا چقدر مولانا میفهمیم، چون فکر میکنیم اون فارسی حرف زده پس افتخاریه برای ما. ببینید کدها با ما چه میکنن. حالا ببینید مولانا چی میگه. قسم تفسیر ابیات نیست، قسم هیچ، فقط یک توضیحاتی رو باید بدم. در واقع میخوام یه معنی از این غزل بکنم، چند تا بیتش، که ببینید با این حرفا چقدر جور در میاد. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. نفسی که با خودی، انسان رو به دو مرحله تقسیم میکنه، یکی خودی یکی بی خودی. آقا خودی یعنی چی آقای مولانا؟ خودی یعنی این هوشیاری که الان من اینجا نشستم، شما دارید منو میبینید، تشخیص میدید من کیم، صورتمو میبینید، صدامو میشنوید، کلماتم رو معنی میکنی، عقل جزوی فعاله. این پیش پیشانی داره قشنگ کاراشو انجام میده. به این میگه خود، یعنی با خودی. الان اینجا اون چیزی که وجود داره در حقیقت هدیه تکامل به من و توه، با تمام زیر ساختهایی که داره، با تمام اون رو و زیری که برای ما بعضی ها شناخته شده است و خیلی هاش هم شناخته شده نیست. میگه زمانی که اینجایی یار به خدا گرفته میشه، میگه در اینجا خدا برات خاره. بسیار نکته مهمه، خدا اینجا برای تو خاره. وقتی با خودی، آقا یعنی چی؟ من وقتی که در خودی هستم خدا برام خاره. میخواد به ما بگه که در این هوشیاری خدا برای تو یک مانع میشه تا یک راه گشا باشه. بسیار به عرای زمن آیت کنید. یک بحثی هست در الهیات مسیحیت، این کلام رو خیلی بزرگ می نویسن، خدا بحران ساز است. یه وقتایی هم سازشو بر می دارن، میگن خدا بحران است. این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی این که زمانی که تو بخوای به یار نزدیک بشی، یار این بندهایی رو که دار، این همه توضیحاتی که دادم، subcortical of part of brain، بعد خود مسئله prefrontal cortex، تمام اینهایی که من توضیح دادم براتون، زمانی که من در این هستم این بندها وجود داره، این هی ندا میفرسته، اون حرکت داره میاد که اینها رو باید پاره کنی، باید به اصطلاح خودمون اصلاح بشی. اصلاح نه به معنی کد، اصلاح نه به معنی کدهای اجتماعی که داده میشه، اصلاح به این معنی که تو از این خود باید بیای جای دیگه، اونجا من با تو راندوو دارم، اونجا من با تو قرار دارم. وقتی که اینجا وجود داره، هی داره بهت پیام میده داری غلط میری و تو اینو نمیخوای. محال ممکنه انسانی اونقدر، واقعا وقتی که بتونه میشه مولانا، میشه بودا، میشه انبیا و اولیا، اونقدر قدرت، جسارت و شهامت داشته باشه که قشنگ خودش رو ببینه در آینه وجود، تمام اون زیری ها و روی ها، و بدون هیچ ترسی اینها رو بند بکسل باشه بره تو داستان. اگه اون باشی میشی انبیا و اولیا.
میگه تو وقتی که در اینجا هستی خدا یار داره این بندها رو نشونت میده، میگه بند شماره یک رو پاره کن، بند شماره دو رو پاره کن، حالا بند شماره سه رو پاره کن. و من که در این هوشیاری هستم، در این خودی هستم، من بیشتر ترجیح میدم، ترجیح میدم که از خدا به عنوان یک ابزار استفاده کنم، نه به عنوان یک راه نما. باز بر میگردم، در قرآن شما این رو میبینید، در مسیحیت هم میبینید، در دین اسلام، حالا حقیقتش در تورات و این الان حضور ذهن ندارم، ولی در قرآن و در انجیل شما میبینید. یک زمانی هست شما میاین با یک کسی شراکت میکنید، میگید من کوچیکم تو بزرگی، و میدونید این فرد بزرگ دوستتون داره، عشق بهتون داره. شما از چی میخواییم بترسین؟ از چی میخواییم بترسین؟ میری ببین عشق ثابت شده است، بزرگی اون هم در شراکت و بیزینس ثابت شده است، شما زیر معیت اون رشد میکنید، میایید بالا. اما به اون دستور نمیتونی بدی، یا زود با یه قاشق آب به شنا نیفت. ارتباط با خداوند تنها چیزی که برای انسان مهمه، زندگی با خدا، این که ما این همه میگیم برو و با خدا زندگی کن، فرد میگه با خدا زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که خدا رو در هوشیاری نمیابی. خدا در هوشیاری، در این خودی، یک ابزاره. سلامتی تو میخوای، طول عمر تو میخوای، بچه تو میخوای، نمیدونم پول زیاد میخوای، حتی اگر خدا رو میخوای برای بخشوده شدن گناهانت استفاده ابزاریه. اینجا خارته، اینها استفاده ابزاریه. میگه اینجا تو خدا خار آیدت، یار اینجا برات خار میاد، اینجا تو احتیاجی، تو اینجا اصلا احتیاج، تو فقط میخوای استفاده کنی، حالا من بگم مثلا سو استفاده کنی به عنوان یه ابزار، معامله کنی، اینجا معامله کار نمیکنه. و اساساً در مسیر خود این اتفاق نمیفته. حالا چون یه بیت خاصی مد نظرم، برای اینکه نمیخوام وقت عقب بیفته، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. میگه حالا وقتی که بی خودی، یعنی از این خودی اومدی بیرون، باز یار به چه دردت میخوره؟ تو خودت خدایی. باز توجه کنید، خداگونگی که ازش صحبت کردیم، اون ودیه، اون خلیفه‌ای که هستیم، اون قطره‌ای که در دل ما روشن شده، وقتی که اون روشن شده یعنی تو داری با خدا زندگی میکنی. اون بی خودی تو مساوی با خداست. وقتی که خود حقیقی که مولانا داره بهش میگه بی خودی، قدم بر فرق حیات طبیعی محض و خود کاذب میذاره، اون خودش خداست دیگه، اون خودش الوهیته. بسیار راهنمایی مهمی داره میکنه، و راهنماییش اینه که این حرفایی که الان از اینجا به بعد دیگه مولانا داره میزنه، نه شما تو کتابهای روانشناسی پیدا میکنی، نه تو کتابهای فیلسوفا. میگه در این خودی جز بدبختی چیزی وجود نداره، هر چقدر میخوای بری برو جلو. من این مغز و این اعصاب و همه اینا رو به تو دادم که یک زندگی رو فراهم کنی، اون رو هم فراهم کن. بارها هم صحبت کردیم، همسر داری نداری، بیزینس میکنی، پول در میاری، هر چی که میخوای برو بکن، اما خدا رو ابزار این داستان ها نکن. بگذاریم
آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. در تکامل به ما میگن اون چیزی که تکامل به ما داده یک وجود ناقصه. ما بسیار آسیب پذیریم، در این خودی ما شکار پشیم، هیچ اتفاقی نمیفته. هر اون چی که اتفاق خواهد افتاد، هر اون چیزی که تو رو به جایی خواهد رسون که فیل شکار کنی، در بی خودی اتفاق میفته. چی میگفت این آقای فروید؟ میگفت 100 متر آیسبرگ بالاست، 500 متر زیر آبه. هر چی تو هستی اون زیر آب است. این به این معنی نیست که ما نظر فرویدو قبول داریم، مثال میزنیم که روشن بشه و داریم بیانه میاریم که آقا جون اگر هم اینقدر میگی علم داره همین رو بهت میگه، تو اون زیر آبی هستی، اون بالا آبیه هیچی نیست. اینی که داری ارائه میدی اصلا خودت خیلی جاها روی این شورتکاتی که گفتم، منتال شورتکاتی که داره میزنه، یه تصمیم هایی داره گرفته میشه که اصلا نمیدونی چی هست و چی نیست. اینجا اتفاقی نمیفته، هر چی هست اونوره. آن نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. این اصطلاح هم بگم چون میخوام یه بیت اصلی رو صحبت کنم. میگه اونجایی که با خودی بسته قبر قصه، بسته یعنی پکیج قصه، این دیگه درد نیست، این قصه است. در زمانی که در خودی اون وجود درب و داغون درون خودتو نگاه کن، آنی این داره با اون میجنگه، اون داره با این میجنگه، از قصه ها فراری نداری، اصلا از قصه ها نمیشه فرار کرد. یا بسته شدی به ابر قصه، یا قصه یک پکیج، یک بسته است که تو با هر طرف بری جلو قصه جلوته. بسیار این مسائل مهمه. ببینید در قرن 18 و 19 عصر روشنگری که نامشو گذاشتن، بسیاری از این روشنفکران اروپایی و خب امریکایی، اصلا چارنل دنبال همین داستان بودن دیگه، که ما برای هر چیزی که دلیل منطقی داشته باشیم و منطقی بریم جلو و از افسانه ها و اساطیر ها گذر کنیم به حقایق میرسیم. در اواسط قرن بیستم اینها تغییرات بنیادی کرد در قرن، که نه آقا، هر چیزی با دلیل نیست، هر چیزی رو با دلیل نمیشه بهش رسید، اساساً قرار نیست هر راه مآلودی برای انسان صاف بشه. انسان خیلی وقتا خوبه تو مه بمونه. متاسفم که میبینم افکار 200 سال پیش اروپا که الان باطله، تحصیل کرده ترین روشن فکران ما دارن در 200 سال پیش حرکت میکنن. واقعا جای تأسف داره. پوزیتیویسمی که 200 سال پیش وجود داشته، امروز برای خیلی ها شده یک مستمسک و یه ادامه جمعه. نه آقا، دلیل خیلی چیزها دلیل نداره، برای خیلی چیزها نمیتونی دلیل بیاری. به هر حال بسته ابر قصه‌ای. خیلی جاها از من دوستانه داشته باشین، باز هر جو خودتون صلاح میدین، نمیگم همه جا، افسانه ها در تاریخ به مراتب مستندتر از خود تاریخ هستن. اگر خیلی جاها میخواین ایران باستان رو بشناسین، بری سراغ شاهنامه. هی نیان تطبیق کنین با این چیزایی که اینا به عنوان علم تاریخ امروز میگن، اونجا خیلی اسرار بیشتری پیدا میکنید. فقط باید رفت توی عمقش. بگذاریم. وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. میدونید مه هم اینا منظورشون خود نور الهیه که میاد. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند. یار میگه من تو رو در این نوع هوشیاری نمیخوام، هوشیاری برتری
زیر دریا آیسبرگ، اونجا مهمه. اینجا من و تو با هم راندوو نداریم، اونجا با هم راندوو پیدا میکنیم. یار کناره میکند، وان نفسی که بی خودی باده یار آیدد. چی میگفتم؟ میگفتم که بادی، حرکتی از درون میگه این کد رو بشکن، کامپیوتر مغزت رو بایپس کن، دور بزن، این تو نیستی، دست به این جنایت نزن. وقتی در اون خود بی خودی هستی، در اون بی خودی هستی، باده یار میاد برات. اونجا جاییه که تو دیگه داری با باده یار میری جلو. حالا برسم تا به این بیت که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. ببینید میگه تمام بیقراری های تو به خاطر اینه که طلب قرار میکنی. من نه وقت دارم هنوز یه مقداری اینو توضیح بدم. اول از همه قرار و بیقراری رو من معنی کنم. ما یه چیزی داریم به نام اضطراب، یه چیزی داریم به نام آرامش. این دوتا مطلقاً با قرار و بیقراری از نظر لغت متفاوتن. خیلی جاها مترادف گفته میشه، میگم خیلی بیقرارم، ولی اینا عدم درک صحیح از لغته. شما وقتی که به اضطراب برمیگردین، اضطراب زمانی هستش که حتی بدون عوامل بیرونی شما آرامش ندارید. هیچ دلیل بیرونی نداره. بچم سالمه، پول دارم، خونم هست، همه چیزم هست، خودمم سلامتم، ولی اضطراب بهت حمله میکنه. بیقراری معنی دیگه ای داره، قرار معنی دیگه ای داره. شما هم به ده خدا رجوع کنید، هم به مرحوم معین. میگه که قرار یعنی چیزی رو که در جایگاه خودش هست پایدار کردن. قرار یعنی چیزی که در جایگاه خودش هست پایدار کنید. یک درختی رو در جایی که خاک مناسبه و جایگاه اینه شما پایدار کنید. انسان به طور کلی جایگاه خودش رو و اینکه کجا باید کجا باید این رو استوار کرد نمیشناسه. به قول مولانا، وطن در وطن زندگی کردن. وطن منظور من ایران و آمریکا و کانادا نیست، جایگاهی که تو بهش متعلقی. اونجایی که بهش متعلقی داره میگه که این خود تو، این هوشیاری تو نیست، تو اینجا قرار تو نیست، تو جایگاه دیگه ای داری در قرار. خیلی خوب، حالا من وقتی که این قرار رو ندارم، جایگاه خودم رو پیدا نمی کنم، خب دیدین دیگه هر لحظه از یه شاخه به یه شاخه می پرم. امروز میرم تو این داستان، میگم نه آقا اینا خوب نیست، از اون ور میرم توی جای دیگه، یک جای دیگه میبینم که اینجا متعلق به من نیست. همین اینجور هی دارم جا عوض میکنم، آخر سرش هم جایگاه خودم رو پیدا نمی کنم. درسته؟ میگه میدونی تمام این مسئله کجاست؟ مسئله سر اینه که تو داری دنبال این میگردی که قرارگاهت رو، جایی که متعلق به تو رو پیدا کنی. وقتی که دنبال این هستی که اینجا رو پیدا کنی در این هوشیاری، این هیچ وقت اتفاق نمیفته. این با چه صراحتی،
جمله بیقراریت از طلب قرار توست. چون من میخوام بگم آقا مثلا این هستی اوریان جایگاهی که من دیگه بیام با خیال راحت بشینم و از اینجا هر دقیقه با خدا با هم بشینیم گپ بزنیم و غذا بخوریم دیگه، نه برم فلانجا اونجا میتونم یه مدتی توهم میکنم. باز یه سری چیزهایی که از این خود میاد دروغ و راست میتراشم، بعد میبینم اونجا هم نیست، میرم جایی دیگه و میرم جایی دیگه و میرم جایی دیگه. میگه تمام اینا به خاطر این که دنبال قرار میگردی، میخوای جایگاهت رو پیدا کنی، درسته؟ میگه اگر میخوای جایگاهت رو پیدا کنی نخواهی رسید. بیا طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. عزیز من ببین، بسیار به عرای زمن آید کنید. اینها تمام توضیح تمام این صحبت هایی کردم راجب این همه کورتکس های مغز و نمیدونم چیزای امروزی صحبت کردم، این حرف رو میخوام نتیجه بگم، چون این حرفایی که مولانا 800 سال پیش زده شاید 50 سال دیگه ببینید نورولوژیست ها یا روانشناس ها بهش رسیدن. باز دوباره فقط افتخار نکنید، بیایید استفاده کنیم برای حرکت. از افتخار به مولانا هیچی گیر من تو نمیاد. میگه چون درست شما میگید روانشناسا بر علیه اینه میگن قرار تو بگی، تو الان اینجا هستی، مثلا اگر تو هستی اوریان احساس آرامش داری میکنی و آرامش با قرار قاطی میشه با هم دیگه در صورتی که یکی نیستن، خیلی خوب همینا ادامه بده، فقط زودتر برو بیرون کار کن، برده خورده کم اومده، باید بتونی پول دراری و پول بدی به سیستم. این کار روانشناسا دیگه، علمی که در اختیار فقط کپیتالیسم قرار میگیره. باز نمیگم همه، چون بسیار انسانهایی با وجدان تو اینها دیدم، باز نمیگم همه، ولی این اینو نمیگه. مولانا نیومده تو رو بسازه بری بردگی تو ادامه بدی، آروم بشو به هر قیمتی، اینو نمیگه. میگه تو بیا طالب بیقرار شو. ببین شما الان فرض کنید که دنبال یه خونه میگردین بخرین، خب میری اون خونه ایدئالی که همیشه تو ذهنت بوده، دوست داشتی از بچگی، هرچی، اون خونه رو پیدا میکنی میخری. وقتی که اون خونه رو خریدی دیگه تو قرارگاهتی دیگه، تو جایی هستی که میخواستی دیگه، دیگه قرار گرفتی. اینجا چی از دستت رفت؟ طلبت از دستت رفت، دیگه دلیل نداره دنبال خونه بری، قرار گرفت. در این هوشیاری این چیز درستیه. اما داره به ما میگه که اگر تو به قرار برسی، اون جایگاه برسی، چیزی رو که از دست خواهی داد طلبته، طلب درونیت از دست میره. تو زمانی که قرار رو بخوای بیاری طلب رو از دست میدی. طلب اون چیزیه که در سرشت توی انسانی، در فطرت توی انسانی مهمترین جایگاهیه که داره این بادها رو، این نفخات رو میفرسته که آقای سرباز به خاطر اعدام شدن، به خاطر اون کدی که تو ذهن تو کردن سرباز، این جنایت رو نکن. توجه میکنی؟ اون پروگرامی که کردنت و فقط باید بگی یه سر و فقط بگی بله قربان، این جنایت رو نکن، ول کن اینا چه شرف و افتخاری برات درست میکنن. شد؟ به ما میگه که تو وقتی که چیز رو دست میگه، این طلب چیزیه که داره برای تو هی نفخات میفرسته، هی داره باده یار میاد. تو طلبت رو از دست بدی چیزی به دستت نمیاد. مهمترین دیکودی که تو این داستان ها میکنه اینجاست که تو وقتی رفتی سراغ طلب بیقراری، اتوماتیک قرار برات میاد. تو وقتی قرار بخوای قرار به دست بیاری، بیقراری میاد. وقتی رفتی دنبال بیقراری، قرار برات به همراه میاد. تو چرا میری دنبال بیقراری؟ چطور جرأت میکنی تو دل این داستان بری؟ برای اینکه در کنار یاری،
وقتی که با خدا زندگی میکنیم، با خدا زندگی کردن، نه در این هوشیاری، نه اون چیزی که به ما دارن میگن، کشف خدا در درون انسان، کشف وجودیش در بی خودی، ارتباطی که در بی خودی وجود داره، و الا اون چی که در هوشیاری اتفاق میفته استفاده ابزاری از خداست. اونجا جریانی برای تو به وجود میاد که طلبت، که اصل وجودته. انسان اگر طلبش رو از دست بده انسان دیگه نیست. چی به ما گفته که ما باید همیشه همه چی برامون روشن باشه؟ آقا بایزید گفتش که خدا در جبه منه. خب بفهم اون چی گفت. ما هرگز و هرگز به جایی نمیرسیم که تمام محابر کنار، تمام راه صاف بشه و ما فقط و فقط در روشنایی بریم. اونجا طلب ما از بین میره. ما فقط قدرتی رو با خودمون همراه میکنیم که یاره، و با اون یار در طلب حرکت میکنیم. خواستم که یه توضیحاتی رو در این زمینه بدم. این توضیحات خب در جلسات بعدم بیشتر از اینا توضیح خواهم داد، اما یه جنبندی کلی راجع به این موضوع بکنم، صحبتم رو تموم کنم. حرف من اینه، ببین عزیز من، اگر یک ساله که راه هستی، اول از همه عجله نکن. زود اومدی، دیر اومدی، زود میخوای بری، نمیشه. باز هر جور خودت تصمیم میگیری. اونجایی که باید بندها باز بشه، اگر پیری سر راهت باز شده، اینجا برات مهمه که وقتی داره نشونت میده که در کجا چه بندهایی داری و تو اینی، اینجا تو احتیاج به این داری که پذیرا باشی. اگر جایی بهت میگه آقا فعلا برو زندگی تو بکن، در کنار من حرکت کن، بدون داره تو چه زمانی میبرتت که آقا بذار زمانی که تو الان نمیتونی این رو ببینی، اونی که هستی، بذار به موقعش نشون، ولی بمون. این جایی که رسیدی و جایی که بهت گفت این بندها رو باید پاره کنی، و اصلا احتیاجی نیست اون بگه، وقتی که نشون داد تو رو به تو، اونجا خودت این بندها رو پاره میکنی. اگر نکنی سالک نیستی دیگه، دیگه نمیتونی سالک باشی. و چیزی که وجود داره این مسئله است که طلب، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، آب وجود من و تو، روح من و تو، سرشت من و تو، به غیر از عشق و چند مورد دیگه طلبه. ما وقتی که طلب رو از دست بدیم، ما وقتی که پرفکت بشیم، مردیم. ما مردیم. یه چیزی مولانا میگه، ما زنده از آنیم که آرام نباشیم، موجیم که آرامش ما در عدم ماست. این رو بهش توجه داشته باشیم. این یعنی طلب. طلب نباید ازت گرفته شه، اما طلب تو با باده یار باید هماهنگ بشه. بسیار مختصر داستان، اون زمانهاییه که بی خودی ها و این باده حرکت میکنه در کد مغزیت و اون چیزهایی که سفت و سخت محکم کوبوندی خودت رو روش و میگی اینها درست است و جز اینها غلط است. اونجا داره یه جلوگری هایی برات میکنه. اون چیزی که ما در عرفان انجام میدیم، بحث قمازی این باده است. این شورت حال، این شورت چیزیه که میکنیم، شورت کات، منتال شورت کاتیه که میکنیم. اون بادهی که باعث این میشه، اون به شکلهای مختلف در مقابل تو عرض‌اندام میکنه، با غمزه میاد جلو،
میبینی و نمیبینی، میاد و میره، وقتی که اومد و رفت و با این موضوع در کنار اومدی که یک جاهای خودش رو به تو نشون میده، اونقدر در این کنار میری جلو تا جایی که بندها دونه دونه پارشن. و از این موضوع نباید بترسی، این طلب توه. باز ابزاریش نکن که خب حالا اگه من اومدیم فردا مردم، این بندها رو کی میخواد باز کنه؟ اون روزی که این طلب در تو زنده شد که تو این بندها رو پاره کنی، نه به صورت ابزاری، در بی خودی و با قرار و جدیت دنبالش رفتی، تو زنده شدی. از اونجا حساب اصطلاحاً دارم میگم که تو این بندها رو داری باز میکنی، تا اونجایی که همش در این فکری و همش در این خودی هستی، هیچی به حساب نمیاد. اما زمانی که رفتی در این بی خودی و تصمیمت، یعنی اون باز بادهی که حرکت کرد، اون میونبری که خواست بزنه، خیلی جاها رو این حسابگری ها به تو میگه که میخوام بند ها تو نشونت بدم، از همون اونجا تو رهایی رو داری تجربه میکنی. ابزاریش نکن. خب پس من اگر اینجا رفتم، حتما هفته دیگه، خب 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، من چه چیزهایی رو خواهم دید؟ اینا همش در این خودیه. تو زمانی که میای توی یک جریانی، مثلا میای ذکر میگیری، اون بیقراری که تو طالبشی، اون طلبی که تو داری که از این توهم قرار هوشیاری و خودی بیای بیرون، اون اصل کاریه که داری میکنی. چرت که ننداز. در اجتماع ما زندگیمون مثل یک بازی شطرنج میمونه. شما نگاه کنید، همه زندگی ما همینطوره. من یه حرکت میکنم، من یه محرم رو حرکت میدم، من به همسرم اینو میگم، با همسرم این عمل رو میکنم، بچم، بیزینس پارتنرم، هر کسی، همکار اداریم، یعنی یه مهره رو حرکت میدم. خب بلا فاصله اونا هم یه حرکت دیگه، یک واکنش دیگه به این انجام میدن دیگه، درسته؟ در اینجا شما میتونید چیت کنید، خیانت کنید، حیله ورزی کنید، میتونید دروغ بگید، همه این کارا رو انسان میتونه بکنه دیگه. در این بازی این عملو کردم به خاطر این عملو کردی بگی نکردم، همه اینا رو میتونی بکنی. و بعد واکنش هایی که این بازی تو رو میبره، اینا زمانی هستش که تو با خودی، زمانی هستش که داری اندیشه میکنی، زمانی هست که داری برنامه میریزی، زمانی هست که به قول مولانا داری حیله میکنی که الان به نفع بچم اینه که این کارو بکنم، و 100% صادقانه داری برای منافعش این کارو انجام میدی. اینها همه در این با خودی وجود داره و به جای خود درسته. مشکل تو اینه که تمام این دانش تو داری میری در بی خودی. اونجا هم میخوای برنامه بریزی، اونجا هم میخوای سر خدا کلا بذاری، بزک کنی خودتو، اونجا هم میخوای بدونی که حالا که اومدی توی این بی خودی، خدا کی میخواد خودشو به تو نشون بده؟ حالا اگر خودشو به تو نشون داد، آیا تو دوستش خواهی داشت یا نه؟ تمام اینها حیله است. اینها در این با خودی بسیار کارگره. خیلی جاها خوبه که شما یه چیزی رو مثلا پنهان کنید، نگید. شاید مثلا بگیم برای فرزندم مناسب نیست اینو بدونه، خیلی خوب، ما اصلا با این مش، ولی تمام این دانش تو ور ندار بیار تو بی خودی. اینجا اینا کار نمی کنه. و مهمتر از همه، آیا رو در روش هم با خدا، با همون بی خودی خودم، آیا دوستش خواهم داشت؟
اینا تماماً حیله های خودیه. تا اینها حرکت میکنه بی خودی به وجود نمیاد. ختم صحبتم اینه که زندگیت رو داشته باش، هر جوری که میخوای زندگی کن. میگم با همسر، بی همسر، با خانواده، بی خانواده، کارمند باشی، کارگر باشی، بیزنسمن، مهندس، دکتر، هر چی میخوای باش باش. اینا هیچ نقشی توی چی نداره. اما زمانی که حرکت میکنی که در این بی خودی بیای، اولین قدمت این باشه، اولین قدمت این باشه و باز اولین قدمت این باشه، اونجایی که فرض کن اینجایی تو هستی اوریانی، اونجا مطلقا مال هستی اوریان باشه. حالا اگه جاهای دیگه هستین، حالا هر جایی هستین که دارین سکر میگیرین، سما میگیرین یا به صحبت ها و کلام استادتون گوش میدین، اون رو اونجا باش. دیگه از این ساده تر که نمیشه گفت، از این ساده تر فکر نیم. هر جوری میخوای زندگی کنی زندگی کن، اصلا کاری با اون نداریم. اما دیگه نیا تو ذکر بشین بگو راستی راستی الان اگه تو مهمونیه بودم فلانی رم میدیدم، ایداد الان بچم نکنه تولدش نار. بچه تو باید بدونه، همسر تو باید بدونه که این بی خودی برای تو مقدسه و تو داری تو این طلب میری، این وجود توه، این سرشت توه. و اگر این رو به هر دلیلی بدی ضرر میکنی، چه فیزیکی نباشی، من فقط از ایران نمیگم، هر جای دیگه هستی، چه وقتی که میای فکرت اونجا باشه، هر دوتای اینها تو رو از اون جدا میکنه. آقا وقتی میری پیشه، باور کنید من بعضی رو دیده بودم تو بعضی از این مدیتیشن ها، تصلا داشتم مدیتیت میکردن، تلفن طرف منتظر مسیج بود، میوت میکرد که اگر مثلا مسیج اومد تو مدیتیشن. آخه این مدیتیشن به درد کی میخوره؟ وقتی بعد میایم دیدید ما چقدر چاپلوس خودمون هستیم، چقدر برای خودمون خود فریبی میکنیم و از خودمون راز. والا من 10 سال تو فلان جد، من که چیزی نفهمیدم. ولی اونی که داره اینو میشنوه انقدر دانا نیست که برگرد بگه تو خودت هم دیدی آخه من هر فرقه ای رو میگم، فرقی نمیکنه. تو هر جوری میخوای باش باش، اما زمانی که به مسائل بی خودیت و هماهنگیت با اون یار درونی میرسه مطلقا اونجا باش. اگر دیگه این قدم رو نمیتونی برداری، کسی نمیتونه برات کار کنه، دیگه باید فکر دیگه ای بکنی. دیگه از این ساده تر من فکر نمی کنم چیزی وجود داشته باشه. به هر حال این 18 بیت و ابیات بند بکسل آزاد باشه پسر، بند بکسل باشه آزاده پسر، اینها رو تا اونجایی که تونستم توضیح دادم. بعد دیگه میمونه بقیه ابیات. وقتم هم که خیلی گذشت، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده. روابط عمومی هستی اوریان.